امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان در سال 2021 با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. اساتید یین یانگ از اصول عناصر پنجگانه برای تشخیص انسان‌ها از اهریمن‌ها استفاده می‌کردند. مردان درستکار در اداره یین یانگ گرد هم می‌آمدند تا آموزش ببینند و ارواح شیطانی را دستگیر کنند. زمانی که پانگیو دروازه های آسمان را باز کرد، اهریمن ها و انسان ها با سازگاری در کنار هم زندگی می کردند. اما اهریمنی شیطانی به نام شیانگ لیو ادعا کرد امپراتور اهریمن هاست. این افعی نوسر دیگر اهریمن ها را هیپنوتیزم کرد و سرزمین انسان ها را به خاک و خون کشید. خوشبختانه اساتید یین یانگ مقاومت کردند و یک سلاح قدرتمند ساختند، شمشیر توشان. آنها شیانگ لیو را گردن زدند و اهریمن ها را به عقب راندند. از آن پس دنیای انسان ها و اهریمن ها از هم جدا شد. انسان ها در شهر زندگی می کردند، در حالی که اهریمن ها در قلمرو اهریمنی می زیستند. هر اهریمنی که از مرز عبور می کرد به عنوان یکی از بازماندگان امپراتور اهریمن ها در نظر گرفته می شد. آنها بلافاصله دستگیر شده و در زندان مهار کننده زندانی می شدند. سنگ معیار، صد سالی که پرورش داده شده. این شمشیر توشان چی کار میتونه با من بکنه؟ استاد یین یانگ. قدرت واقعی در این نیست که به سمت جنگ بدویی. مردان ما در طول زمان غارت کردن، دروغ گفتن و کشتن. اما شرافت هرگز از پهلوانی نمیاد، از سرسختی و بیرحمی میاد.
عجب دوشنبه یه جو مگه نه؟ آی گفتی یا میدونم. امروز قرار متفاوت باشه. سلام یارو، ای که تو نیستی؟ مایکل، من تو رو از زمانی که بچه بودی میشناسم. یه درمانی برای این بیماری باشه، تو پیداش میکنی. اگه قرار نیست درمانش کنم، پس چرا هنوز اینجام؟ من یه بیماری خونی نادر دارم و زمان زیادی برام باقی نمونده. تو یه محبت داری، همیشه داشتیش. شاید این آخرین فرصتم باشه. میخوای یه کاری کنی مگه نه؟ اون چه کاریه؟ ولی به چه قیمتی؟ یه کاری که زیاد قانونی نیست. خیلی وقت ندیدم ادام بشین، چون آخرش گذشتت خفتت میکنه. چی هست هستن؟ ای که اون عمت، آخه این هواپیمای مغناطیسی رو از کجا چون در آوردن؟ سفت به چسب.